جاذبه گردشگری میتونه محسوب بشه. مسلمه. خیلی خوبه. فقط منو آوردن بیرون چون دیگه زیادی داشت جاذبه گردشگری همجوری داشت با جاذبه زمین مطابقت میکرد. گفتن شما برو. بس ما دیگه نمیخوایم این حرکت. ولی خوندنت واقعا جاذبه گردشگری محسوب میشه؟ بله. خصوصاً جاذبه گردشگری برای خارج از کشور البته مثلا همه مثلا میرن به سمت شما چرا میخندیم و پشت؟ من واقعا نمیخندیم بلند شو برو یه تو دهنه بچه ها بزن به نظر من روایت نمیخندیم بچه یعنی هر به چی میخندیم؟ هی زحمت بکش تماشه چی بیاره هر به من میخندی خیلی خوب این دفعه با کمربند اینجا بچه ها رو یکی بزن اگه کسی بی جا خندید آره واقعا یعنی چی؟ من شرمندم واقعا من اصلا سلام علیکم به به جاذبه گردشگری دیگه دیدم انقدر از چشمم اینا آب خوردین گفتم واسه تون لیوان بیارم که دیگه یه خورده این جاذبه گردشگری اتفاقا لیوانای جدیدمونه خیلی قشنگه خیلی خوشگله قشنگ‌تر هم داریم حالا میاد بزودی خدا اصلا برنامه رو یه خورده طول کشید یه سه ماه طول کشید به کل لیوانو از اول با دست ساختن برای همین انقدر طول کشید وگرنه آماده بود همش آماده بود بسیار وزین شد الان برنامه ما به خدا رنگش خوبه دوست داری خوبه روزی؟ آره آبش هم خوبه آب تهرانه دادم من تهران رو بردم آخ خداش خیلی خوبه میفروشیمش اینو اینجا آره با باد نخواستم بگم سینا جان نخواستم نه بادش آره بذارین صحبت های زشت رو من بگم تو صحبت های قشنگ بگم که همه میگن این خانم معلم های مثلا 50 سال پیش میمونه بذار تو همون لول بمون از خانم معلم سفیدش الان اینا باز کفش سفید رو پوشیدی باز کفش سفید رو پوشیدم یه کفشی بپوش بچه‌ها لذت ببرن دیگه چیکار کنم گفتیم کول باشیم مثلا نگن خانم ما چقدر آرایش میکنن چه پاشنه بالا میشینم هیچ همه فوش دادن این چیه پوشیدی کتونیه نمیدونم سفیده چرا اینقدر سفیده مثلا یه ذره من الان مثلا میگم گلیش کنم اوکی میشین نه تو خود رضایت میدین جون من نمیدن تو گلیش هم بکنی میگن تو کفش رو تمیز نکردی اومدین چه تو استودیو فکر الکیه دفعه بعد پاشته بلند میپوشی میپوشم ببینم چیکار میکنی چیز میزه این هفته موضوع خیلی جالبی داره زیاد مرتبط به مونولوگ نیست خب. ولی خب جذابیت های گردشگری خودش رو داره چیز میزان امروز صبح یکی از مسئولین دلسوز و خدمتگزار رو بدرقه کردیم جای خالیشون به این راحتی پرشدنی نیست برو به سلامت برادر فرصت خدمت کوتاه بود ولی پرثمر انشالله که این افتخار قسمت شما هم بشه ای باما اینم فرار کرد رفت امروز جلسه تودی و معارفی مسئول جوان و خوشخدمت آینده برگزار شد خوشبختان جوان مستعد و زبروزرنگ در خانواده کم نداریم جای خالی مسئولین سری پر میشه به سلامتی این هم حکم مدیریت نوه گلم پیر شدیم رفت برادر انگار همین دیروز بود آقازاده حکم مدیریت گرفتا الان دیگه وقت نوتون شده خدا حفظش کنه برای مردم میخواست بره دیگه به خاطر خدمت به این مردم زندگی و آیندهش رو گذاشت راضی شد بمونه اینجور از خودگذشتگی ها ارزش داره حقوق نجومی سه ماه اول هم آمد به حسابت گلم امروز بعد از نهار در جلسه رسیدگی و بررسی مفاسد اقتصادی و تقسیم بودجه شرکت کردم آقایان من همینجا اعلام میکنم جلوی فساد و رانتخاری رو میگیرم تو همین ردیف نگاه کنید مبلغ 2,750,000,000 چیز نه ببخشید مبلغ 1,2,3,4 2,000,000,000 2,300,000,000 اصلا هر چقدر ایشون بودجه بگیرن برای پسر برادر عمه فخیشون ما این وسط از زیر بوته در نیومدیم که ما هم فامیل داریم ما هم آشنا داریم ما هم در همسایه داریم چجوری تو چششون نگاه کنیم حالا من هی هیچی نمیگم میخوای منم اون زمین و ویلای فلان جا تو بگم برو من خودم سینم مخزن اسراره نذار بپاشمشون بیرونا برادرا دعوا نکنید مردم دارن میبینند بفرمایید اینجا وای نستید مسئولین دعوا کنند احمقان باور کنند برو جانم برو یه موضوع بین خودمان بود حل شد چیز میز چیز میز چیز میز چیز میز
چیز نیست چیز میزان چیز نیست چیز میزان چیز نیست چیز میزان سینا چته؟ نه بلم کن چرا؟ چی شده؟ نه خیلی ناراحتم چیزی شده؟ آره آره چی میخواستی بشه دیگه؟ چی شده؟ سینما داره به سمت ابتذال میره ای بابا سکته کردم نه والا به سمت قهقرا کی گفته؟ من یه دونه فیلم چند وقت پیشم فیلمایی که الان داره تولید میشه تو سینما اصلا وضعیت وحشتناکی داره چرا آخه چطور همین جور داره تو قهقرا قرقرقرقر کنان میره پایین اصلا یه چیز وحشتناک یه فیلم دیدم ویروس نمیدونم من و شارمین بود شارمین و من بود آره من و شارمین خب چش بود خیلی نیست چی بودیم؟ چی بود؟ نکنه خوب بود چش بود؟ نه چش شما... نبود دماغ بود ولی کلن خیلی من نمیدونم شما موافق این فیلمی؟ آره چرا که نه یعنی چی؟ اصلا نمیدونم یک کمی سطحی هستی شما سطحی نگری شما داره اذیت میکنه منو میدونی خیلی فیلم ها خب در میاد میدونی یه سری میان همش انتقاد میکنن میگن مبتذله و نمیدونم سبکه و اصلا هیچی نداره توش و پوچه و خب. نه خیلی سری پیام های آموزنده داره توجه نمیکنم چه سرسری ازش میذاری مثلا میزنی. کجاش؟ یه تیکش نگاه کنی الان بهتون میگم ببینه بفرمایید جناب عالی آقای سیویل کلوفت گنده رو باردار اعلام کردید. خب حتما باردار بوده که اعلام کردم وگرنه من اشتباه نمی‌کنم. چی میگی خانم هدایت؟ این آزمایش واسه تست اعتیاد بوده. حتما خواسته زرنگی کنه نمونه‌شو با کس دیگه عوض کرده. از شانس بعدش طرف خانم باردار بوده. دستشو می‌گیرین می‌برینش اتاق نوالگی ازش دوباره آزمایش می‌گیرین. حالا هی بگید این فیلم در شأن سینمای ایران نیست. بابا جان این داره نسبت به اعتیاد بزرگترین معضل جامعه داره هشدار میده. معضلی که مثل خوری به جون جوانای مردم افتاده. چیش به اعتیاد ربط داشتش میگفت سیویل کلوفت حامله کردی. عزیزم میخوان اعتیاد رو ریشه‌کن کنن. بعد دارن به مراکز بهداشتی هشدار میدن که مواظب باشن حواسشون جمع باشه گول نخورن. آها. اصلا من این به این نکتهش دقت نکردم. خوب شد روشن کردیم. بله. بقیه‌اشو میتونیم ببینیم. بله خواهش می‌کنم. بله. تو نباید کارتو ول می‌کردی. از دست بردارت فرار کردم. تو شرکتش بیشتر از همه من سخت می‌گیره. خب می‌رفتی یه جای دیگه یه کار دیگه پیدا می‌کردی. مگه خونداری شوهرداری کار نیست؟ هست. ولی تو نشستی خونه همه فکر و ذکرت شده بچه. دیدین؟ چقدر؟ نه، جون من دیدین؟ آره دیدیم. خب چی بود؟ نمی‌فهمی این نکات زیرکانه رو شما نمی‌فهمی. اینا به طور هوشمندانه دارن در این فیلم نامه به ترویج برابری. دستتون می‌خواد زیاد چیز راجع به برابری اینو صحبت می‌کنه خیلی زیاد. برابری معذرت. آها خب. باشه. برابری زن و باشه مرد می‌پردازه. و این ارزش‌های پوسیده و قدیمی جامعه رو که میگه خانه‌داری و بچه‌داری وظیفه اصلی یک زنه رو به چالش می‌کشه. ها اینا رو فکر کنم خود کارگردان نویسنده متوجه نشده بودن وقتی داشتم فیلمنامه رو می‌نوشتم. خیلی زیرکانه است این فیلمنامه. خیلی زیرپوستی هم هست. بقیه‌اش اجازه بدین اول هماهنگ کنم بعد تشریف ببرید داخل. از کسال ورود منم هماهنگی می‌خواد. گفت بذار هماهنگ کنن دیگه. آخه چیزه. خب چیز دیگه چیز بدی نگفت که ریختین سر این کارگردان بدبخت میگین به درد اون آخه کلمه یه چیزه هست. آخه فقط میگم یه دفعه که نمیگه چیزه که 50 دفعه میگه چیزه نه شما بد فکرید نه بازیاش به نظرت زیرپوستیه ببین آدم عزیز من وقتی حرفش یادش میره میگه چیز از کلمه چیز استفاده میکنه آها خب بقیه‌اش چیه کسی پیششونه چیز لازمه یعنی شرکت چیز میخواد چیز میخواد دیگه چیز مشکلی چیز میخواد دیگه چیز میخواد چیزی نشده حالا مورد استفاده از کلمه چیز رو در زبان فاخر فارسی دارن نشون میدن چیز کردی ما رو واقعا ولی میخوای بقیه چیزو ببینیم بله بله چیز چیه منشی جدید من که از پس همه کارهای اینجا بر نمیام ببین چیز در اینجا به معنی منشی به کار رفته نه بی خود برداشته بد میکنیم اصلا همش حرف مفت میزنن آقا حرف مفت پس اینا میخوان برن تو چیز بله حالا شما ادامه ببینیم چیز میخواد بره تو چیز ببینیم آقای هدایت دارن منشی جدید استخدام میکنن الانم اون خانم توی اتاق دارن چیز میشن چی میشن؟ چیز میشن دیگه دارن تبدیل به پنیر میشن کپک میزنن و در واقع بوی نامطبوعی از خودشون استخراج میکنن که تبدیل به چیز میشن برنامه مستند در واقع تبدیل منشی به پنیر قسمت بعدی شد داره ادامه داره ببینیم استخدام میشن
استخدام میشن. استخدام میشن دیگه. بابا چند دفعه بگم استخدام میشن. همون چیز شده. آها میگه چیز میشن یعنی استخدام میشن. ببین ما از هر چیزی تو هر چیزی استفاده میکنیم. این دلیل نمیشه که کارگردان مثلا فکر بدی داره. اینا بدخواهی شماست، حسادت شماست. آره خب اون که 100% چیز بشی ان شاء الله. بقیه‌شو نگاه کن. اون وقت خانم چند دقیقه است اتاق داره استخدام میشه؟ حدود یک ساعتی میشه. خب میدونین این در واقع یه آزمون استخدامیه. آقای هدایت خیلی سخت گیرن. چقدر بازیاشون خوبه. چقدر بازی. من چیز شدم ازن الان. حالا عزیزم احتیاج به چیز دارم من خودم. خودت احتیاج به چیز داری؟ آره من الان انقدر چیز شدم احتیاج به چیز دارم. فکر شما هاست که خرابه. حالا چون جملهش مثلا یه ذره کشدار میشه و با نفس داداشت کارگردان؟ حالا شاید هم باشه ولی شما ادامه هم داره این اثر هنری؟ باید منطقی باشی عزیزم. ببین اینجا یه ذره با صدای آروم و کشدار گفت خیلی سخت میگیرم. خیلی سخت گیرم. دلیل نمیشه این فیلم به درد تونم بگم الان نه دیگه. یه چیز دیگه میتونی بذاری به درد فیلم خاک برسری مثلا. فیلم خاک برسری. آره اینجور مناسب تره. خجالت بکشید. خجالت بکشید. واقعا ادامه داره این خوزه اول. بله بله. اون وقت شما همین آزمون با همین زمان طولانی گذروندی؟ بسه دیگه. مال من تازه طولانی ترم بود. آقای هدایت قبلنا خیلی سختگیرترم بودم. بسه دیگه بابا خجالت بکشین. هی میگی مبتذله، هی میگی سبکه. این اصلا اتفاقا از اون فیلمایی که تمام خانواده میتونن در تمام روز برن بشینن تو سینما ببینن راجوش بحث کنن بیان خونه بگن بخندن. مثلا بچه میگه مامان چی یعنی چی؟ بعد مامان میگه خب عزیزم وقتی بزرگ شدی خودت میفهمی. بعد بابام از اون اصلا میگه ای چیزم تو این فیلم. اصلا دیدیم به کانون گرم خانواده کمک میکنه. اصلا فوق العاده زیباست. خب چه خبر؟ شادی جان؟ خبر رو پیش شماست. مطمئنی؟ بله این دفعه که مطمئنم. با مهمونی که این دفعه تشریف آوردن. میخوایم بله. ازشون بگیم برای بله. ما. از مهمون بگم؟ بله. بذارید مهمون خودش بیاد از خودش بگه یا حداقل در حضور خودش. پشت سرش راجع بهش حرف نزنیم. مثلا زشته. ولی فقط میتونم اینو بگم که این مهمون از دوستای خیلی خوب منه، از دوستای قدیمی منه و اتفاقا ما کلی هم با هم خاطره داریم. مدل های مختلف دست منو شیکونده دیگه نمیدونم چه دوستیه. آره یه مقداری روابط خشنی داره با من در حین مصاحبه و اتفاقات مختلفی رو پشت سر گذاشتیم. ولی خب امیدوارم امشب که مهمون ماست اتفاق خاصی نیفته. حسین توهی من پشت شنیدم شما گفتید دستتون شیتونه. کی من دستم یادت نیست اون دفعه که داشتیم با هم اسکیت بازی می‌کردیم؟ آ خوردی زمین بابا. یعنی تو عامل نقش نداشتی. داشتم شما خوردی زمین من که ننداختم. نقش داشتی تو اون قضیه یا نه؟ یه اسکیت بعد بری یاد بگیری. بله بله حسین خیلی بیلیاردش خوبه. کلا خیلی اهل ورزش و همه چی هست. کلا هر چیزی که ورزش باشه باشه. آره هست. چرا استیتون قشنگه. خیلی زیبا خیلی زیبا. خیلی شما مدل موهاتون خیلی قشنگه. خیلی ممنون مرسی. چه جوری این داستان جدید؟ والا یه 3 سالی نه اینو واسه میوزیک ویدیو نازنین گفتم یه تغییری بدم، موهام یه ذره بلند کردم و اتفاقا کسی هم که مو بافته بود یه خانومی بود که خانم سیاه‌پوستی بود که همون روزش هم موی اسنوپ داگ بافته بود اومده پیش من. حتی یه ذره اضافه کردیم چون هنوز بلند نبود ولی خب برای تنوع بود دیگه. درد نداره این کشیده شدن مو؟ اولش درد داشت. اولش درد. الان عادت کردی؟ همیشه اولش درد داره. خب خوبه. چه خبر دیگه؟ همه چی خوبه؟ خیلی این موزیک ویدیو چقدر موزیک ویدیو خوب و عالیه. خیلی ممنون. مرسی. خیلی شاد و تابستونی و خیلی. کجا گرفتی؟ بالی. واقعا بالی گرفتی؟ من شوخی میکنم توی لس آنجلس ولی یه لوکیشنی رو طراحی کردیم. یه سری فیلم هم از جزیره بالی گرفتیم البته و یه جوری لوکیشن رو ساختیم اونجا که انگار بالیه. یعنی
انگار توی جزیره است. آها، یعنی در واقع میشه گفت پس تو خود لس آنجلس بوده. ولی خیلی باحال بود. مرسی. خیلی هم سر و صدا کرده، تیکه‌های مختلفشو باش تا بسمش درست میکنم. چی شد دلت خواست؟ آره همین یه تیکشه که خیلی چی شد دلت خواست؟ چی شد دلت خواست؟ منم دلم خواست. نازنینم نازنینم تو دلت یه دریاست. منم دلم خواست. حالا واقعا چی شد دلت خواست؟ همه دلشون خواست خالص. همه دلشون میخواد. دیدم هیچ کی دیگه دلش نمیخواد. خیلی سرد شد همه چی گفتن یه کاری کن دلشون بخواد. ولی نمیدونستم دیگه انقدر دلشون میخواد. نه خیلی خیلی. یادم تیشرت زده بودن چی شد دلت خواست. حالا رو قضا و رو همه چی دیگه میذارنش. کم کم جای ضرب المثل‌های ایرانی رو میگیری ان شاء الله. در آینده میگن به جای فردوسی تو توی گفته بود چی شد دلت خواست. منم دلم خواست. آره. یاد یه جوری. خیلی خوبه، خیلی خوبه. این شخصیت‌های معروف و مشهور لوگان پال رو میدونم که به هر حال یه یوتیوبر، یه اینفلوئنسر معروف اینترنتی، بوکسور هم هست البته. بله، توی میوزیک ویدیو خب اونجا یه مهمونی خیلی کوچولو گرفته بودیم برای ویدیو. منم یه سری از دوستان مثل لوگان پال که خیلی خیلی توی آمریکا خیلی آدم معروفیه، یکی از بزرگترین اینفلوئنسرهای دنیاست. و آره توی 9 نوامبر هم تو یه بوکس داره خیلی جای معروف. و کیو آدامز بود توش، که کیو آدامز بزرگترین کمدین فرانسه است که خیلی اونم دوست خیلی خوبمه. دیگه کی بود؟ سوپر ساکو هم که یه خواننده خیلی خوبه. بعد اینا همه فقط توی موزیک ویدیو به عنوان آره سوپر ساکو اون آهنگش بود می انا. آها فهمیدم. دیگه همه اینا با هم دیگه بودن و با من و اندی جونم که بودیم و من و بچه ببرم و بچه ببرم عاشق شدم. برشوشی یا تو کالیفرنیا متاسفانه غیر قانونیه بچه ببر داشت، یعنی کلا ببر داشتن. میتونستی اونجا داشته باشیش. آره ولی خیلی بانمک بود. خب اینا تو همون چند ثانیه دست یکی دوتا مدل رو گاز گرفت، دست یکی داشت خون میومد، من رسیدم فکر کنم با این حالت بعد 3 ماهش بود تازه این بچه ببر. 3 ماهش بود، 3-4 تا دست رو زده بود خونی پونی کرده. یه چیزای شبیه خودت بوده. آره من اومدم پشت گردنش گرفتم آوردم بالا گفتم ببر اصلی تو ایده تایگر. اوکی اوکی با تو کار ندارم. خوبه، خیلی خوبه. دیگه خب با این افرادی که پشت صحنه بودن شما خودتون در حاشیه نبودین؟ نه اونا کم اومدن. خیلی سریع اومدن رفتن. ولی خب آره دیگه دجوری گفت خواستم هم بازیگر هم خواننده هم اینفلوئنسر تقریبا توش باشن، که حتی دوستای خودم هستن، یعنی باشون زیاد رفت آمد دارم، واسه همین گفتم بیان. اینجوری نبوده که همینجوری چون معروف بود. آها پس تولدت بوده دعوت کردی اینجوری. تولد الری برت زود هنگام. حسین اون فیلم کوتاهی که داشتی راجع بهش صحبت می‌کردی یه مدتی، آره اون چی اون 5 دقیقه یه فیلم کوتاه بود؟ آره، یا اون کوتاه اسمش با خودش دیگه کوتاه دیگه و یه حالت موزیک. خیلی ها فکر میکردن این مثلا تریلرشه، مثلا تیزرشه، ادامه اوکی. مثلا بیشتره. نه خب 45 دقیقه است مثلا. من کلا این مسیر زندگیمو خیلی خواستم کوتاه و موزیکال. این خیلی مهم بود که در قالب موسیقی، یعنی موسیقیاش نسبت به 4 شهری که زندگی کردم، تهران، دبی، لندن، الی، این موسیقی‌ها 4 شهرش تغییر می‌کرد، که اسمش هم گذاشتیم This is Tohi. و قبل از اینکه برم روی کنسرت، روی صحنه در کنسرت لس آنجلس دولبی تئاتر، قبل از اون این ویدیو هم پخش شد و بعد دیگه با تانک رفتم روی استیج. اون تانک چیه داستانش؟ نه ماشینمه دیگه. ماکس اکسیژن داره، تانک رزوانی که ضد گلوله هست و خیلی چیزای باحالی داره. خب تو واقعا احتیاج داری به تانک ضد گلوله که تو خیابون دیگه حالا ضد گلوله است میگه چیکارش کنی؟ تو پنجره ها رو باز بذار. واقعا آمریکا اتفاقا چون اسلحه و اینا چیزه آزاد، همه یه تفنگ دارن. ما که اصلا تحت خطر و ما هم که پر دشمن. خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. حالا اومدیم اونجا ازت محافظت می‌کنیم. من اصلا میام تو همون تانک می‌خوابم. خب تو خوابم داره پشت. جدی؟ نه بزرگه.
امنیت در اون اونجا خیلی مهمه. منم که آدم آره واقعا شهر و شوری هستم، بهتره که همون توی تانک بگیرم بخوام، خطرش کمتره. حالا خوبه زندگی توی لس آنجلس؟ دوست داری؟ راضی؟ آب و هواش که خیلی بهتره. من تقریبا 10 سالی میشد که لندن بودم، ولی خب از سال پیش که دیگه رفتم لس آنجلس خیلی هواش بهتره، خیلی برای کارم بهتره. هم منیجرم شهرام نورز عزیز اونجا زندگی میکنه و تیمم خیلی خیلی هاشون اونجا آهنگساز و کسایی که الان تو آلبوم انگلیسی و اینترنشنال هم دارم کار میکنن اونجا همه زندگی میکنن. یکم واسه این بابتش خیلی راحت تره راستشو بگم. هم غذاش هم خیلی خوشمزه است. جدی؟ غذاش چه فرق میکنه دیگه؟ نمیدونم، هم غذاش بزرگتر هم خوشمزه تره. همون ابعاد غذای برات نه خوشمزه هم هست واقعا؟ حالا اومدی بدی چلو کباب میدی؟ غذا ایرانی شده داری میدی؟ غذا ایرانی که پره. آره ولی نه همه نوع غذایی. غذا با هواش کلا موسیقی برای کسی که به نظرم تو کار موسیقی و مدیا هست کلا، حالا چه بازیگری باشه چه موسیقی و کلا کسی که کارش مدیا، فکر کنم اونجا جای خیلی خوبی باشه برای زندگی. البته خب اینجا برای ماها که ایرانی مثل ایران و تهران این چیز کلیشه‌ای دیگه نمیخوام بگم، ولی خب برای شرایط ان شاءالله یه روزی فراهم بشه که بتونیم اونجا زندگی کنیم، چون با شرایط فعلی متاسفانه اجازه فعالیت نداریم و غیر ممکنه که فعالیت هم نکنیم. 100%. خب بریم یه سر به اتاق فرمان. باز برمیگردیم در خدمت حسین تویی و ماجراهاش هستیم.